The Olympics are here and now. Gentlemen, thank you for coming to the opening ceremony of the Tokyo 2020 Islamic d'Iran. Islamic Republic of Iran. اینجا دهکده بازی‌های المپیک توکیو سال 2021 المپیک 2020. خیلی از ورزشکارای ایرانی شاید آرزوشون بوده اینجا باشن، بین ما نیستن. اینو به عشق نوید افکاری در دهکده المپیک میخوام ثبتش کنم. و برای همیشه یاد بود نوید افکاری بین ما باشه. از شیراز محمد رضا گرایی بر سکوی اول و مدال طلای المپیک 2020 توکیو. یه بار دیگه به خودش، به جامعه کشتی فرنگی، به کادر مربیان، به هموطنان عزیزمون در فارس و شیراز و همه. There was another wrestler from Shiraz who also dreamt of becoming an Olympic star. Navid Afkari, a top Greco-Roman wrestler. He would have been overjoyed welcoming his best friend for winning Olympic gold if he was not executed by the Islamic Republic in September 2020. Mohammad Reza Gerayi and Navid Afkari practiced together from childhood in the same town and in the same gym. And they both had the same dream, to become a world champion to make their mothers happy. دلم میخواد همه دنیا بدونم که من از بچگی آرزو داشتم با افتخارات جهانی تو کشتی مادرم خوشحال کنم، اما چه کنم که نشد زور چرخ روزگار و عرقایی که من تو کشتی ریختم چربی رو عشق مادرم هم در آورد. عزیز بشیرا، عزیز دلا، عزیزم افتخار دار روح، عزیز دلم افتخار میکنم قربونت بر. ظالمات از من گرفتم ولی من افتخار میکنم، اندازه یه دنیا افتخار. قربون چشای قشنگه، قربون مهربونی برم، قربون پهلوانی برم، قربون مدالات برم، قربون همه چی برم. نوید خیلی شاد بود. نوید یعنی فقط تو خونه وارد میشد همش در حال رقصیدن بود، در حال شادی کردن بود، همه رو به خنده با می داشت، همش به خاطر که ما شاد باشیم، همش خنده رو. یعنی فقط تو خونه وارد میشد همش در حال رقصیدن بود، در حال شادی کردن بود. خیلی پسر قوی بود، خیلی با شعور، با ادب، انسان، با شخصیت، با معرفت، خوش رو. یعنی توی جمعی که نوید میرفت همه خوشحال میشدن، همه خوشحال بودن،
همه خوشحال میکرد و همه از بودنش لذت میبردن، همه اطرافیان. حتی تو زندان هم اینایی که کنارش بودن میگفتن تو چقدر انرژی ماشاءالله زیاده، چقدر با روحیه ای. این شادی از من گرفتن، شادی از خونم بردن. 3 بچه‌مو دستگیر کردن، 3 پسرم، همه بچه‌هام هم گلن، 3 پسر و گلم ازم گرفتن، یکیشو کشتن، 2 الان 1 تو زیرزمین عادل‌آباد نگه داشتن، الان معلوم نیست چه تصمیم براشون دارن. نوید از 10 کشتی رو شروع کرد و خیلی تلاش میکرد، خیلی پشت کار داشت، خیلی کشتی رو هم دوست داشت و با این حالی که ما حمایت مالی خوبی نمیتونستیم بهش بکنیم، خودش خیلی تلاش داشت. تو روزایی که هنوز 7 نشده بودم میرفتم پارک آزادی آدامس و بادبادک تا 18 با تمام توان چسبیدم به کشتی. همیشه تو استان اول بودم و تو مسابقات کشوری نونه عالم مدال می‌گرفتم. نونه عالم تیم ملی نداشت، ولی تو نوجوانی من تو تیم ملی نوجوانان کشتی فرنگی شدم و چون به خاطر مشکلات معیشتی مجبور شده بودم ترک تحصیل کنم، برای رفتن به مسابقات برون‌مرزی به بنبست خوردم و راهی جز رفتن به سربازی نداشتم. خودم خیلی آرزو داشتم که یه مدت کشتیشو کنار گذاشت. خیلی بهش اصرار کردم، گفتم برای چی کشتیتو کنار گذاشتی؟ هرچی هم بهش میگفتم هیچی نمیگفت، هیچی جواب من نداد. بعد از مدتی دوباره رفت سربازی و تو سربازی هم مدال آورد. خب تو سربازی 1 سرباز تیپ 55 هواخورد بودم که رفتم مسابقات نیروزمینی ارتش و با مدالی که توی مسابقات گرفتم و به تیم نیروزمینی ارتش کشور شدم و تو مسابقات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم مدال گرفتم. سال 92 خدمت سربازیم تموم شد و مشکلات مالی این بار کشتی رو ازم گرفت. من به هیچ وجه شرایط ادامه کشتی رو نداشتم. 1 تهران بود، 1 اینجا بود، 1 تهران بود. خیلی هم تو کشتی یعنی مسابقه همونجا تلاش کرد، دوباره اومد رفت مسابقه داد. رسیدن دوباره من به تیم ملی تقریبا به یه رویای مهار تبدیل شده بود، ولی من از همون کورسوی امیدی که تقریبا همیشه برای آدم ها وجود داره قدرت گرفتم و دوباره شروع کردم. خیلی کم شانسی می آورد که سوار هر روز یا مچش شکسته بود انگشتش، دیگه یه دفعه پرلوش رفت مسابقه تهران، مسابقه پرلوش شکست، انگشت پا شکست، یعنی همینا هایی باعث چش پس رفتگیش می شود. یعنی خیلی جلوتر از اینا می رفت برای مسابقه
خارج از کشور. سال 95 مسابقات کشوری بزرگسالان رفتم ولی پام به سکو قهرمانی نرسید. سال 96 تقریبا همه دوستای کشتیگیرم مثل برادران گرایی محمد رستمی امید خیلی زیادی به قهرمانی من تو کشور داشتن. اما یک ماه قبل از مسابقه پام تو تمرین شکست. با این حال تا فینال مسابقات استانی هم رفتم. ولی شکستگی پام و مصدومیتم کاملا جدی بود و ادامه کار عملا غیر ممکن شد. نوید درد جامعه شدشت. وضعیت مردم که میدید خیلی نگران میشد. یه روز از زندان زنگ زد، تماس گرفت به خونه. من گوشی رو که برداشتم باش صحبت میکردم، براش تعریف کردم که یه خانمی میاد دم در مدتی. بنده خدا خیلی وضعیت مالی بدی داره و با گاری بنده خدا حتی تو کوچه ها میگشت دنبال پلاستیکی چیزی گیرش بیومد. دم در که رفتم برگشتم نوید زنگ زد، براش تعریف کردم، یه لحظه یعنی باورش نشد، یه لحظه سکوت کرد. گفتم نوید چته، چرا جواب نمیدی؟ گفت مانی قلبم به درد اومد، واقعا قلبم به درد اومد، داشت گریه میکرد پشت گوشی. نوید خیلی آگاه بود که سال 92 91 سرباز بود. خب این تو هواپور سرباز بود، میخواستن گفتونن باید رای بده سرباز، خب دیگه مجبورشون میکردم. اومد گفت که هر کاری میکنن من رای بدم رای نمیدم، شده شناسنامه هم پاره کنم من رای نمیدم. A wave of protests against the government started in December of 2017, and it didn't stop. In the summer of 2018, Navid Afkari, the young Iranian wrestler, joined the protests. بله، نوید برای دفاع از یه ملتی رفت تو خیابون، برای اعتراض میرفت، برای ظلم، برای روبرو با ظلم که از مردم ایران دفاع کنه، غیر از این هم چیز دیگه ای نبوده. بارا بارا بهش میگفتیم که خواهرم بهش گفتم که برو از اینجا، برو کشتیگیری از این کشور، برو نرو، بهش گفتم نرو تو اعتراضا نوید. خب مادر بدبخت چی گناهی کرده که تا یه عمری بسوزدن اولادش؟ گفته بود که خال من نرم، او نره، پس کی بره؟ باید برم. حرفش هم میگه. Navid and his brother Vahid were arrested in August. The Iranian judiciary system from the very beginning accused Navid and his brother of these crimes. Muharebe, or waging war against God and the state. Insulting the supreme leader of the Islamic Republic, acting against the national security, and murder of Hassan Turkaman, a security officer. من از روز اول به بازپرس مامورا گفتم به خدا قسم من اون لباس شخصی که ازش حرف میزنید نه میشناسم نه حتی اسمش رو شنیدم. Audio files leaked from Navid's court hearing show that he made every effort to prove his innocence and save his life. آقا The judge claimed that the CCTV cameras of a poultry market had filmed Navid committing the crime. But despite Navid's demands, the alleged footage was never shown in court. دوربین موقعی گرفته شد. پیشون من مطمئنم نمیدونه قضیه. فیلم دوربین موقعی رو نشون بدید. داره میگه 23 و 32 دقیقه ضرب و جرح صورت گرفته.
اینقدر دقیق داره میگه. یعنی چی؟ یعنی فیلمه، فیلم دوربین مرده. دوربین مرده چی رو نشون میده؟ حق شده که من ببینم ایشون، من رو میکنم در اینا ببینم. مگه شما مشکل بینید که من ببینم؟ من بکنه بیرون، خودشون ببینم. من فقط توضیح دادم. 23 یه سوال من شما جواب نمیدید. ایشون نشسته یه سرش تو گوشیشه یا داره میخنده به ما. پرونده قتل یه جنایت صورت گرفته. شما میخواد این میز از من بگیرید؟ قانون فقط یه میز به من داده با این کتاب. نه این رو میخواد در اختیار من بذاره، نه کتاب رو. بلندگوی کار نمیکنه. The judge did not listen to Navid's defense in court, but repeatedly referred to the confessions obtained under torture. بعد از هفته ها توی زیرزمین انفرادی بودن، بعد از ساعت ها آویزون بودن به سقف توی اتاق شکنجه و شکستن کتفم، بعد از اینکه ساعت ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم، بعد از اینکه سلطان عباسی و زار معیدی مثل نقل و نبات پشت ناموس به هم میدادن و گلوله آهنی و باتوم ساعتها شکنجم دادن و دستمو شکوندن، بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده سازی برای اونا، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رنگ گردنشو زد و به کما رفت و البته با معجزه زنده مون، بعد از اینکه وحید دوباره خودکشی کرده، این بار سه تا مش قرص خورد و بازم به کما رفت و بعد از چند روز با احیای قلبی برگشت، بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم و تهدید به بازداشت فوری اونا و بعد از شکنجه هایی که از بیانشون شعر دارم، که البته هر شخصی که تجربه حضور توی بازداشتگاه وزارت اطلاعات رو داشته باشه میدونه چی میخوام بگم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟ هر چی گفتن نوشتم، ولی حقیقت چیز دیگه ایه. What was the real reason for which the authorities arrested Navid's brother Vahid Afkari and also tortured him to get a second confession? This is the voice of Vahid from prison. من بیگناهم. پرونده من موجود هست. هیچ مدرکی علیه من وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت، چرا که من بیگناهم. قاضی دادگاه مرداد تهمتن بود که گفت آیا اتهام معاملت در قطع قبول داری؟ در جوابش گفتم چطوری میتونم از خودم دفاع کنم در حالی که هیچ اطلاعاتی از ماهیت پرونده ندارم. اگر شخص ادعا میکنه منو در زمان و مکان وقوع قتل دیده، اعذارش کنید تا همه ما ببینیمش. اگه دوربین حضور منو توی محل وقوع قتل یا حتی چند کیلومتری محل قتل مشخص کرده، به همون نشونش بده. اگه خطوط موبایل من در محل و منطقه وقوع قتل حتی آنتندهی داشته، مدارکشو ارائه بده. اگه حتی وسیله نقلیهی از من توی محل قتل یا مناطق اطراف توسط اشخاص یا دوربینی ضبط رویت شده، ما رو هم باخبر کنید تا بدونید. اگه آلت جرمی از قبیل آلت قتالی یا هر چیزی از من یا منزلمون کشف شده، نشونمون بدید تا همه ببینن. یا اگه توی وسایل زندگی ما نشانی از ارتکاب جرم کشف شده، ارائه بدید. ولی بدون شک همچین ادلاتی هیچ وقت وجود خارجی نداشت، چون ما بیگناه بودیم و قاضی فقط بر منو نگاه میکرد. و بعدش من بهش گفتم من شهودی دارم که اثبات میکنن من در زمان و تاریخ وقوع قتل، در مکان وقوع قتل حضور نداشتم، علی‌رغم اینکه شما هیچ مدرکی دال بر مجرم بودن من ارائه نکردید و منو 2 سال بیگناه تو زندان نگه داشتید. من حرفامو میزدم، ولی جز تمسخر و نیشخند و تکرار این سوال چیزی از قاضی نمیشنیدم. اتهامتو قبول داری یا نه؟ بارها و بارها تکرار شد. اتهامتو قبول داری یا نه؟ Like Navid, Vahid lost all hope of getting a fair trial from a judicial process which had provided no documents, no evidence and no witnesses to prove that the two brothers committed the crime. من فقط میتونم همینقدر بگم که ما 24 مورد نقص و تناقض و ابهام و دروغ در این پرونده به علاوه 3 خلاف واقع، گزارش خلاف واقع رسمی در این پرونده دیدیم. وقتی شما مجموع اینا رو کنار هم میذارید، به این نتیجه میرسید که انگار ما با یک در نظام قضایی با یک فروپاشی حقوقی مواجه شدیم. چطور ممکنه؟ اصلا کدوم قاتل میتونه آلت قتاله رو با خودش ببره تو خونش؟ اصلا چرا وحید و سوسن قتل برای بازسازی نبردن؟
چرا شاهدی که علی نوید شهادت داد بعداً با اقرارنامه رسمی اعلام کرد که با شکنجه و فشار این شهادت رو داده؟ چرا به این توجه نکردن؟ اونها که مدعی بودن که اینجا قتلی صورت گرفته، یعنی آدمای معترض رو به عنوان قاتل معرفی کردن، چرا نیومدن دوربینای مداربسته و مغازه‌هایی که در شیراز در اون منطقه گفته بودن، چرا هیچ وقت اونو در نشون ندادن؟ Gradually, the authorities changed their narrative to say that Turkoman was just a simple employee of the water company and not a security officer. Yet, the testimonies provided by the prosecution have a number of contradictory statements about how Turkoman was killed. The medical examiner said he was stabbed in the neck, but in the reconstruction of the murder scene, Turkoman is shown being stabbed in the back. برای نوید چی کار کردن؟ پرونده سازی کردن به چه دلیل؟ برای اینکه این فرد معترض بود، برای اینکه این فرد مثل هزاران جوان ایرانی دیگه نسبت شرایط حاضر اعتراض داشت. آیا مسلح بود؟ نه. مگر اعتراضات مدنی حقش نبود؟ بله. ولی چرا دستگیر شد؟ ما نمیدونیم. وقتی دستگیر میشه غیر قانونی، اما شکنجه میشه، تحت اعترافات اجباری قرار میگیره. مگه غیر از اینه که در خود قوانین خود ما، مگه غیر از اینه که یک فرد اگر معترض باشه بر اساس همین قوانین نیمبند خود ما حقشه، تا زمانی که مسلح نباشه حقشه، برای چی دستگیر شده؟ حالا دستگیر شده غیر قانونی، برای چی شکنجه شده برای اعترافات اجباری؟ اصلا تلویزیون به چه حقی اومده اعترافات اجباری رو پخش کرده؟ اصلا ما میتونیم علیه حتی صدا و سیمایی که همیشه همین کار میکنه، داره عادت میشه برای جامعه ما، شکایت بکنیم به چه دلیل اعترافات اجباری ازش گرفتن و پخش کردن؟ آقای افکاری، محلی که خود مصطفی دقیقاً با من نشون بده اینجا، یعنی دست خشن بکش، یعنی روبروی این سوپلی سده میرفتن forced confessions and staging fake reenactments to frame innocent ordinary citizens have a long history as part of the tactics of Islamic Republic security apparatus. این مستند به رونمایی از ماهیت تاریک گروهی تروریستی و افشای بخشی از اعمال جنایتکارانه آنها می‌پردازد. مازیار ابراهیمی، he was once falsely convicted for masterminding the assassination of Iran's nuclear scientists. دورتر از اونها منتظر اینا بودم که وقتی خود رو موتور قرار میدن در وقت مناسب که منفجر میکنن به خودروی من میان و با هم از اونجا متواری میشیم. Unlike Navid, Maziar survived the forced confessions and lived to tell his story. از وقتی که اعلام کردن میخوان این تصویر آقای افکاری رو پخش کنن تو تلویزیون و بعدم که اون تصویر رو دیدم، اون ویدیوها رو دیدم، دقیقا یاد مستند کلوپ ترور افتادم متاسفانه. یعنی اصلا یه جورای منگم که چطور همیشه همین سناریو، همین وضعیت. یعنی من خواهش میکنم برید این مستند رو ببینید، کسایی که ندیدن، کلوپ ترور ساخته آقایون باشگاه خبرنگاران جوان 23، همین دارو دسته آرش خردکیشه میارن تو خیابون که میگه من اینجا بودم، اون اونجا بود، رفتیم اینجا بمب وز کردیم، رفتیم اونجا ترکید. داخل این کوچه موتور رو گذاشتیم، موتور مشکی رو منتظر موندیم. بعد یه 10 دقیقه که گذشت موتور رو آوردیم سر خیابون، آماده رو موتور نشستیم تا اینکه موتور تعقیب کننده ما اعلام کرد که ماشین احمدی روشن به موزه که ما هستیم داره نزدیک میشه. بعدم که آقای افکاری هم بردن تو خیابون دقیقا همینجوری، بعد میگم ببینید ما شکنجهش ندادیم تو خیابون، خب معلومه شکنجهش ندادید، پس اون وایسی که خودش داده چی؟ بعد وکیلی که آوردن تو ویدیو میگه آره من وکیلشم، رفتم اجازه گرفتیم که ببریمش پزشکی قانونی، خودش نیومده، خودش نیومده پزشکی قانونی. آقای افکاری رو از بازداشت آوردن، زمانی هم که اومدن خوشحال بودن، خواستن که من ازشون خواستم که براشون توضیح دادم که باید شما رو ببرم به پزشکی قانونی، چون که ادعا شده که مورد ضرب شتم واقع شدید. بیان شد که خیر، من مورد ضرب شتم واقع نشدم، در صحت و سلامت هستم. یعنی دروغ از این واضح تر؟ دروغ از این واضح تر؟
خودش نیومده پزشکی قانونی، وکیل تعیینی، بعد تو تلویزیون اعلام میکنه وکیل آقای افکاری، در صورتی که خودش میگه وکیل تعیینی، وکیل دادگاه، وکیل تسخیری، همون وکیلی که تو دادگاه آقای سرباتی هم به ما دادن میگفت بیا اعتراف کن من حکم اعدام تو بکنم حبس ابد. به من دقیقا همینو میگفت، حکم اعدام تو بکنم حبس ابد، رفعت اسلامی شامل حالت بشه. واقعا خجالت آور این کارها. من نمیدونم کی میشینه اینا رو نگاه میکنه برای اینا که اینا اینقدر براشون مهمه هر دفعه همین سناریو رو بیان انجام بدن. مازیار ابراهیمی understands the suffering and despair that Navid Afkari was going through. هم که رسید به زندان فوراً به مراجع مختلف قضایی نامه نوشتم و شکایت کردم و داد زدم که من قاتل جانی نیستم. درخواست دادم ببرنم پزشکی قانونی. با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. هرچی هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یه دلیل و مدرک توی این پرونده لعنتی نیست که بگه ما گناهکاریم، اما نخواستن صدامونو بشنوه. No one in the judiciary paid any attention to Navid and Vahid's defense. Instead, the authorities arrested another brother, Habib Afkari, to force Navid to admit his guilt. The guards tied his brother Habib to a chair and punched, kicked, and tortured him. من فقط ادعای شکنده شدن نکردم. عکس رادیولوژی، گزارش پزشکی قانونی و شهادت شهودی که مطابق با موازین شرعی سوگند خوردن و شهادت دادن اثبات کننده ادعای منه، ولی کوش شنوا. اگر واقعا ایشون مجرم بود، اگر واقعا متهمی بود که باید محاکمه میشد، خب باید دادگاه علنی باشه، چون جرمش که سیاسیه، به هم معترضه. دادگاه علنی باشه، هیئت منصفه باشه، حق وکیل منتخب و مستقل رو داشته باشه. نوید did not even have the right to choose an independent lawyer, and he was not allowed to bring anyone to testify in court on his behalf. اتاق دو نفر لباس شخصی با فوشای خیلی بد و الفاظ خیلی رکی که چاله میدونی نوید و باد و کتک گرفتن و با بیرحمی تمام دارن به سر و بدن نوید با لوله و باتون کتک کاری میکنن و کتکش میزنن. و بهش به وضوح من خودم شنیدم میگفتن هرچی که ما میگیم درسته، چیزها رو که ما میگیم مینویسی یا نه. نویدم هی التماس میکرد، هی میگفت تو رو خدا نزنیم، من کاری که نکردم. بعد دستاشم که با دستان بسته بودم هی میآورد رو سرش که اونا با میله و باتون اینا نزنن تو سرش. که یکی هم امروی که بعدم فهمیدم اسمش سلطان عباسیه با لوله آهنی همچین محکم کوبید رو دست نوید که اصلا نوید یه جیغ بلندی کشید، یه زجه بلندی زد که اصلا حال رفت همون موقع. بعد تو همین درگیری و تو همین داروبین گرفت سروان وعیدی که دید من دارم این جریانات رو نگاه میکنم و خودم آوردم اون جلو، چند تا فوش خیلی بد بهم داد و با مشت و لگد و فلان تشکیلات ها با یه وضع خیلی بدی من اونجا دور کرد. بعد به سلولم که برگشتم چند ساعت بعد نوید آوردن که اصلا بنده خدا دستش داغون شد و از شدت درد اصلا این مار به خودش میپیچید و التماس میکرد که ببرنش بهتاری، ولی اصلا به جایی که ببرنش بهتاری بنده خدا رو میبردن بدتر شکنجهش میکردن و کتکش میزن. بعد من این چیزا رو، این جنایت هایی رو که دیدم تو سه تا دادسرا رفتم شهادت دادم. بعد وقتی برای شهادت به دادسرا جرام امنیتی رفتم بازپرس شغلی اومد گفت تو آقایی چی دیدی که مثلا میخوایی اینجا عنوان کنی یا شهادت بدی؟ بعد شروع کردم تمام دیده ها و شنیده ها و که توضیح دادم و اینا، گفتم اینجوری شده و اینا. بازپرس با یه لحن خیلی بدی دید، با توهین و تهدید و با الفاظ خیلی رکیک صدا و برید و گفت تو داری توی پرونده امنیتی دخالت میکنی، پدرت در میارم. شاهین ناصری was a fellow prisoner who witnessed Navid being tortured. Nasri himself was killed in prison in September 2021. After pressure from Navid Afkari's family, the medical examiner confirmed that he had been tortured. Again, no one in the judicial system paid any attention to this crucial piece of information.
به دادسرای نظامی و رئیس کل دادگستری استان فارس، بازرسی و دادستانی کل کشور، امام جمعه شیراز، دادسرای انتظامی قضات، سازمان حقوق بشر مستقر در ایران، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، هر جایی که به ذهنمون میرسید نامه زدیم و شکایت کردیم، ولی رنگی از عدالت ندیدیم. خرداد سال 98 به شعبه اول دادگاه انقلاب اعزام شدم. محمود ساداتی رئیس دادگاه انقلاب و قاضی شعبه بدون هیچ مقدمه‌ای و بدون اجرای قوانین جلسه دادگاه بعد از خوندن آیه 33 سوره مائده گفت شما محارب و دشمن خدا هستید و به زودی در مصلی نماز جمعه شاهچرا خودم اعدامتون میکنم. The harder Navid tried, the less the judges paid attention. It was as if his death sentence had already been decided beforehand. اواخر مرداد ماه 99، یعنی بعد از گذشت 14 ماه از این موضوع، بخشی از نقشه هاشو عملی کرد و حکم محاربه من و وحید صادق. تو این بیدادگاه که قاضی شعبه دو هم مستشارش بود، آقای محمود صادقی کاملا بی توجه به دفاعیات ما و اینکه حتی یه سر سوزن هم دلیل برای گناهکار بودن ما وجود نداره گفت اینجا دادگاه انقلابه، ما نیاز به دلیل و مدرک نداریم، روز اعدامت حتما میام و جون کندن تو تماشا میکنم. فهمیدم دنبال یه گردن برای سلام گردن. به سعید گفتم سعید برای چی اینا رو بردن زیر زمین؟ اینا رسانه هایی رو میگن. گفت که نه، اصلا وکیل ها گفتن که اصلا غیر ممکنه، یعنی 10% هم غیر ممکنه همچه اتفاقی بیفته. یه من اصلا خاطرم جمع بود، حالا خیلی مثلا امیدوار بودم که مگه میشه همچه اتفاقی بیفته. اینا رو ببرم بدون هیچ اطلاعی که من اصلا موقعی که رفتم باش آخرین بار صحبت کردم با فقط با نوید، یعنی اصلا نگفتم چرا فقط نوید، اینا فقط نوید آوردن پشت تلفن من باش حرف زدم. Yet Navid had hopes that he would be exonerated at the end. In his last conversation with his family, he was not giving up. الو. الو سلام. سلام شوری. خوبی؟ خوبی خوشی. سالمی؟ کجایی؟ سالمی؟ میگم والا اینجوری که میگن قرار فردا صبح ستامون انتقال بدن تهران، زنگ زدن از خونه؟ زنگ زدن از خونه. شما عبرتی دلان؟ نه زیر زمین. زیر زمین فقط تو رو معاینه کردن. حبیب وعید آسیب دیدن؟ نه ستامون معاینه کردن. ستاتون معاینه کردن؟ فقط تو خبرها گفتن حبیب وعید فقط اسم تو رو بردن. نه از پزشکانی اومد همراه آقای موسوی رئیس کل دادگستری، چند تا پزشک از پزشکانی اومدن، ستامون منو که معاینه کردن، حبیب وعید هم گفتن معاینه‌مون کردن. خب عکس گرفتن نوشتن، هر جایی که آسیب دیده بود نوشتن. ولی تو خبرها گفتن هیچ آسیبی ندیدید. یه چیزی که من دارم بهت میگم حقیقت. درست. همه جامون حدود 10 تا 15 تا جا نوشتن، کامل نوشتن. درسته. حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست، اینجور که بهمون گفتن. اسم این کسایی که به اصطلاح کتکتون زدن میدونی؟ ها میدونی. اسمشون میگی؟ خادم الحسین رئیس گارد زندان بود. خودش دیگه؟ والا چند سرباز بود که اسمشون نمیدونم، باید ببینمشون. اوکی. خب حالا چیزی که بهمون گفتن اینجوریه، وقت تلفنم خیلی ندارم. پشتت به همه گرما. حتما شک نکن. شک نکن که پشتت به همه گرم. شک ندارم. خیلی خوب. خیالت راحت باشه. من خیالم راحته. انشالله که درست میشه. درست میشه. حالا فردا ببینیم خدا چه میخواد، کجا بریم، چه میشه. درست. اصلا از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگران نداشت. But the world was worried about Navid. U.S. President Donald Trump has called on Iran to overturn the death sentence of Navid Afkari, a 27-year-old champion wrestler who was handed two death sentences over the murder of a security guard during protests in Shiraz 2 years ago. I, too, respectfully and humbly
asked the government officials in Iran to please not execute this man and spare his life. He was found on the proximity of some anti-regime protests 2 years ago and was arrested. His family and human rights groups in Iran say that no compelling evidence was ever presented in the case against him. The IOC president had made direct personal appeals to the Supreme Leader and to the President of Iran this week and asked for mercy for Navid Afkari. Navid's mother, Behiye Namju, had a sense that something was wrong. She could not bear to stay at home that day. یعنی برای چی خدای برای چی در زندان بستن فقط دو تا سرباز در زندان یه درش بود گفتیم سوال کنیم برای چی در زندان بستن چی شده گفت که هیچی تعطیله تا سه شنبه دوشنبه سه شنبه زندان تعطیل یه نفری از همون کارمندای زندان اومد بیرون ازش سوال کنیم ایجوری برای چیز در زندان بستن و ما اومدیم بچه ها ایجور زنگ زدن و ایجوری گفتن ما باید چه کار بین گفتن برید دادگستری سار ما باباش رفتیم در دادگستری رفتیم بالا اونجا که رسیدیم چیزی که بهمونه گفتم ما باباش در مورد پرونده صحبت کرد معاونو دو نفر بودن یه چی تو گوش همدیگه گفتن من که هیچی نمیدونستم یه چی تو گوش همدیگه گفتن گفت که چرا فکر میکنی حالا رئیس جمهور آمریکا چی کرده میگن ها باشه یعنی مثلا رهبر میگه رئیس جمهور ایران میگه باشه چش گفتم که منم جوابش دادم گفتم که مگه یه نفر تو آمریکا از سیاه‌پوستا که تو پلیس آمریکا تو خیابون کشتش رئیس رهبر انتقام نکرد ما که نه رئیس جمهور آمریکا میشناسیم نه به ما صحبتی که نه ما با او صحبتی کردیم خب همه ما از همه کمک خواستیم که یکی به دادمون برسه No one at the prison or the judiciary helped them. They returned home empty-handed and heard the news of Navid's death over the phone. من فقط خودم رو پر کردم و صحبت خواهی رو خیلی بلردم من خودم رو پر کردم تو که بایام بدون روستری بدون چی دویدم تو کجه فقط دویدم تو کجه یعنی دیگر چیز زنم تمام این کجه شد به کجه مردم جمع شدم در خونه ما که من برم تو که رو کجه میگوهم اشم میگفتم من رو ببرید یه جایی من رو ببرید یعنی اصلا یک دقیقه پنج دقیقه من اصلا صدام دیگه در نمی اومد همش صدا می زدم با دست اشاره می کردم می گفتم دستمو ول کنید برادرم سرم گذاشت رو دستمو گرفت بودم می گفتم دستمو ول کنید منو یه جایی ببرید منو ببرید در زندان ببرید اون در دادگستر نه دروغه یه اتفاقو نیفتیده اومدم یه چند تا اومدم تو حیاط گفتم دروغ همسایه اومدم گفتن والا با خدا میگن دروغه یه ذره ساکت شدم گفتم مگه میشه من خودم شناختم باباش دروغ میگه دیگه اصلا حواست من نبود که مثلا الان باباش اونجا رفته و مثلا ها علیکی که نمیگن یه ذره باورم شد میخواستم باور کنم که همچه اتفاقی نیفتیده It was hard for Behiye to believe her son's death but Navid had prepared her for such a day که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد Thank you.
Navid's execution brought tears to the eyes of many in the world. I'm really mad at myself, but forget all that. You guys just showed something about someone who just died. I think that's the guy from Iraq. You guys just broke my heart to say that that man lost his life. I thought we were going to be able to save him. He just lost his life? Like, that just messed me up. Somebody just lost their life for protesting. That just messed me up. It's a sad thing. You know, I tried to help. I tried. Navid wanted the whole world to know the truth of what had happened to him. Athletes across the world are now united to demand justice for Navid. They raised Navid's picture on championship platforms. من سام رجبی هستم، عضو سابق تیم ملی جودوی ایران، عنواندار آسیا، قهرمان چندین دوره تورنمنت معتبر جهانی شدم و اینجا در آمریکا هم مشغول فعالیت در رشته برزیلن جیسو هستم، قهرمان چندین دوره جهان شدم. اولین باری که اسم نوید رو شنیدم تو همین شبکه اجتماعی بود. واقعیتش نوشته بودن که ورزشکاری در واقع حکم اعدام گرفته. من گفتم ورزشکار برای چی؟ مثلا یه ورزشکار چجوری میتونه مثلا حکم اعدام بگیره؟ چی کشتیگیر؟ اونه ورزش پهلوانی ما. ورزش پهلوانی مگه میشه همچین چیزی اتفاقی؟ صبح که پاشدم موبایلمو برداشتم، من لس آنجلس بودم، دیگر بودم خبرو. صبح پاشدم دیدم موبایل من 1000 تا پیام اومده. چی شده؟ همینجوری وایسادم، باورم نمیشد. همینجوری شوک بودم، گفتم مگه همچین اتفاقی ممکن افتاده باشه؟ به این زنگ بزن با پیامو ببین. و هیچی، همینجوری استاک شده و همینجوری مونده بودم. گفتم مگه میشه یه همچین کاری بکنم؟ چرا نویدو کشتم؟ اصلا برای چی نویدو کشتم؟ و خشم شدم، سراسر خشم، سراسر فریاد شدم. من پشت هم توییت میزدم، پشت هم مینوشتم، پشت هم نمیدونستم چیکار کنم. واقعا دستم به جایی، ولی میدونستم این خشمی که الان بلند شده میدونستم خاموش نمیشه. گفتم باید یه کاری بکنیم براش. من به ذهنم رسید وقتی این پیرهنو پوشیدم، دیدم یه مسابقاتی پیش رو هست، مسابقات جهانی هم بود. دقیقا بعد از محدودیت‌های کرونا یه فضایی باز شده بود، مسابقات رو توی اورلاندو، در واقع توی فلوریدای آمریکا گذاشته بودن. مسابقات جهانی 2020 بود، اینم مدالش اینجاست. و من واقعیتش چون به خاطر همین شرایط کرونا و این وضعیتی که به وجود اومده بود اونقدر از لحاظ بدنی آماده نبودم مثل سالهای قبل، اما چه انگیزه بالاتر از نوید؟ گفتم من باید این کارو برای نوید انجام بدم، من باید این فرصتی که پیش اومده رو برم بجنگم با همه وجودم و فقط به عشق نوید. و وقتی هم تونستم مدال بگیرم عکس نوید رو ببرم بالا. باور کن لحظاتی بود توی مسابقه کم می آوردم، خسته می شدم. من اون روز 8 مسابقه دادم، مسی 8 مسابقه. بچه هایی که رزمی کارن می دونن من دارم چی میگم. 8 مسابقه دادن آسون نیست و تنها چیزی که منو سر پا محکم و قوی نگه می داشت نوید بود. این چشمو می بستم، فکر می کردم به نوید، اتفاقاتی که افتاد و پا می شدم می جنگیدم. و خوشبختانه تونستم عکسش رو ببرم بالا. و الان نگاه کن این عکسش رو گذاشتم تو پروفایل همه این سوشال مدیا هم، برای که انگیزه میگیرم. مادرم، من نزدیک 20 ساله دارم ورزش میکنم، شاید بخوام نشون بدم مدالامو. این فقط بخشی از مدالای منه. خب واقعیتش خیلی هاشم ایرانه، ولی این مدالی که برای نوید آوردم، این مدال برای من تا ابد توی زندگیم همیشه جاودان میمونه. همین مدال برای من از همه مدالای زندگیم، حتی از با ارزشترین ها، برای من ارزشمندترین این مدال و هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه این مدال.
زنده باشید، زنده باشید، زنده باشید. همه آرزوم این بود که روزی ببینم رفته رو سکو قهرمانی مدال آورده افتخار کنم، ولی شما روزی که رفتی رو سکو قهرمانی عکس نوید و بالا بردید، مدال رو تقدیم کردی به نوید، واقعا از اعماق وجودم خوشحال شدم. ببین هر کسی رو این رژیم اومده تموم کرده، 10 تا از بغلش زده بیرون و شده کابوسشون، بدتر رفتن توی منگنه. همین جوانای ما رو هر کدوم رو دارن میکشن، از بغلش کلی دادخواه میزنه بیرون، چه خانوادهش، چه دوستانش، چه افراد دیگه. نوید که دیگه سمبل این داستانه، این اتحادی که بین ما ورزشکارا به وجود آورد، یعنی واقعا United for Navid, a group of athletes and human rights activists, was created to amplify Navid's voice of protest. یک جلسه رو می‌خوایم برای سالگرد نوید برگزار کنیم و تا یک ماه دیگه خلاصه سالگرد اعدام نوید بیگناه هست. برای همین تو ذهنم هست که مثلا یک کنفرانسی داشته باشیم. جمهوری اسلامی موفق نشد. تمام تلاشش این بود که نام نوید خاموش بشه، چون از یک جنبشی میترسید، از یک حرکتی میترسید که توسط نوید ایجاد بشه، و اونا میخواستن اسم نوید رو مثل بدن شکنده شدهش دفن کنن. اما الان من میبینم که فکر میکنم هیچ باشگاهی نیست در ایران، در دور افتاده ترین شهر نقطه ایران، که نوید رو نشناسن. و اینکه سمبولی شده برای این ورزشکاران جوان، برای من مهمترین بخش این جامعه ورزشکاران جوانی هستن که هنوز مسیر رو بلد نیستن، که الگوهای غلطی در جامعه وجود دارن، اونا رو سردرگم میکنن. الان ما نوید رو داریم که یک چهره جهانی شده و یک الگوی دقیقی شده که مسیر درسته به ورزشکاران جوان نشون میده. ببین من خودم کشتیگیر بودم و نویدم کشتیگیر بود، خیلی ارتباطمون رو به هم نزدیک میکرد، چرا که کشتی سراسر درده، سراسر رنج، خیلی از مردم نمیدونن. و مطمئنم که نویدم همچین دردهایی رو کشیده بود و فکر میکنم اون دردها با ما رو به هم خیلی اتصال میداد، خیلی به هم مرتبط میکرد. و مردم هم کشتی رو دوست دارن. مردم دلیلی که نوید انقدر چهره محبوبی شد در کنار اون تفکرات سیاسیش و دغدغه‌ای که برای مردمش داشت، بخشش هم به کشتی، به رشته ورزشیش برمیگشت، چون مردم عاشق اون رشته هستن و برای همین مردمم ارتباط عاطفی پیدا کردن. مردمم اون بیگناهی نوید رو متوجه شدن و فکر میکنم که یکی از دلایلی که نوید رو مرتبط کرد با مردم همین رشته کشتی بود. حالا نکته جالب اینه که هیچ کدوم از اعضای خانواده نوید کشتیگیر نبودن، اما این خودش با وجود اینکه که کارگر بوده با دستای پینه بسته، عاشق کشتی شده و تنها خودش هر روز بعد از ظهر کوچه پس کوچه های شیراز رو میرفته باشگاه کشتی و قهرمان شیراز شد، قهرمان دوم کشور شد و چندین مدال، حالا عکسش رو که میبینین، حکمای قهرمانیش و مدالهاش رو بی نظیره. و این همه انگیزه در یک نوجوان، در یک جوانی که کسی در اون خانواده نبوده که سابقه ورزش داشته باشه، فوق‌العاده است. اون نه تنها با خیابون رفتنش جمهوری اسلامی رو به چالش کشید، بلکه با مرگش هم واقعا چالش بزرگی رو برای جمهوری اسلامی، دردسر بزرگی رو درست کرد. همین کمپین اتحاد برای نوید و ورزشکاران کنار هم قرار گرفتن، ما نداشتیم، تو 40 سال گذشته بی سابقه بوده. نفس نوید، نام نوید، اون حرکتی که این انسان آغاز کرد، باعث این شد که برای اولین بار ورزشکارای تیم ملی از رشته‌های مختلف کنار هم قرار گرفتند و این کمپین متولد شد. و من فکر می‌کنم تازه آغاز کاره، چرا که ورزشکارای دیگه با وجود امکانات زیادی که به دست آوردن همیشه غایب بودن، همیشه اونا جانب مسئولین رو گرفتن و کنار مردم نبودن. و نوید اون جای خالی ورزشکار معترض بود برای من، که در خیابون باشه اعتراض کنه وقتی که مردم به خاطر فقر، بیکاری، تبعیض، گرانی
به خاطر همه چیز در خیابان هستند با اون همه ریسکی که داره، ریسک کشته شدن در کنار اون مردم هست. و برای من این ارزشمندترین چیز بود وقتی صداشو گوش میکردم، وقتی تصویرشو میدیدم، وقتی داستان زندگیشو مرور میکردم، برای من فوق‌العاده ارزشمند بود. نوید از مسابقه که برمیگشت مدالش و لوحش رو نشون نمیداد، میرفت میذاشت کمدش تا ما خودمون میرفتیم میدیدیم. و این حکم قهرمانی سال 85 اولی حکم قهرمانیشه، این سال 86 بعدیشه، سال 87 این مال مدرسه نونهالی مدرسهش حکم قهرمانی مدارسشه، اینم سال 86 باز حکم قهرمانیه، اینم سال 89 سنندج بهش دادن، اینا هم که مدالای ارتش بهش داده. نوید یه پسر هنرمند بود، آرشگری میکرد، خیاطی میکرد، خط می نوشت، با اینکه هیچ کلاسی نرفته بود شعر می گفت، بعد نقاشی می کشید، نقاشیه خوب. اینا همش نقاشی خودش، اینا چند تای شما نگه داشتی. یادت بخیر نوید، بخیر یاد روزی بخیر که این سنگا رو دونه دونه تو چسباندی عزیزم. بایی سنگای ریزارم با دست خودت، هنو با دست خودت که ریختی هنو سر جاش، اینا رو تو دونه دونه چسباندی اینجا عزیزم. یادت بخیر، یاد سر، یادت بخیر. To earn a living and support his wrestling, Navid became a plasterer. The walls of the family home are full of his handiwork and designs he left behind for his mother. واقعیتش اینه که وقتی میبینیم تک تک اعضای خانواده حتی پس از اعدام یک عضو از خودشون، تک تکشون تحت فشار قرار میگیرن، حتی حق عزاداری ندارن، حتی حق اعتراض ندارن، حتی نمیتونن دادخواهی بکنن، حتی نمیتونن برن زندان اونا رو ملاقات بکنن، حتی در تماس نمیتونن با همدیگه باشن، حتی با همدیگه نمیتونن حرف بزنن در مورد پرونده، با جامعه نمیتونن در ارتباط باشن به معنای دادخواهی واقعی کلمه. ما فکر میکنیم در اینجا یه نقطه استیصال رسیدیم. یعنی من وقتی نگاه میکنم به مادر این خانواده و احساس میکنم مادر خودم در چنین شرایطی من باید چی کار میکردم، من حتی اگر در اصلا فرقی نمیکنه، من احساس میکنم مادر خودم من هست. الان برادر در واقع نوید، برادران نوید، برادران افکاری، همه جامعه احساس میکنن در واقع اینها برادران خودشون هستن. ما هم با عنوان وکیل چنین حسی داریم، حس میکنیم که این خانواده آنچنان ظلمی برشون رفته که تازه مشتی از نمونه خروارهاست. یعنی در شرایط حاضر ما نمیتونیم بگیم این ظلم فقط به این خانواده هست، بسیاری از خانواده مشابه در چنین شرایطی هستن. A mother who lost one son and has two other sons in prison. Navid الگو از وحید می گرفت. دوست داشت مثل وحید محکم و استوار باشه. و
و از جمله یکیش که وحید کارت اهدا عضو گرفت پشت سرش نویدم رفت کارت اهدا عضو گرفت و حبیبم پشت سر نوید رفت کارت اهدا عضو گرفت. نوید افکاری's mother is demanding justice for her son's murder, and at the same time she has to deal with the pain of her other two sons still in prison. آره دو تا بچه دیگه من تو منو به خاطر همونام بیشتر من یعنی یه یعنی ساکو من برای غم نوید دارم غم اونا دو تام دارم یکی که نیست خدا من تعجبم که چرا زنده هستم. تو همه کس من واقعا همه کس واقعا همه کس هم همه چی ولی این ظالم هایی که نه از خدا میترسن نه از بنده خدا با هم میدارن تو را از من گرفتن. شیشه عمر منم با نوید شکن واقعا من مرده هستم زنده نیستم ولی به خاطر حرفای خودش که بارا و بارا به میگفت محکم باش محکم باش محکم باش من رو حرف خودش الان باش نه با خاطر که آخرین صحبت سم بیم گفت محکم باش. حالا من رو حرف خودش باش. دادخواهم من تا آخرین تا لحظه آخر زندگیم دادخواهم دادخواه خون به ناحق ریخته پسرم هستم دادخواه ست جوونم که الان 3 سال 2 سال وحید و حبیب و نوید زندان بودن 1 سال 2 تا پسرم تو زیر زمین عادل آباد تنهای تنها دارن زندگی میکنن تا آخرین لحظه مرگم دادخواهم. من همه عمرم رو دوشک کشتی گذشت و اگه یه چیزی ازش یاد گرفته باشم همین بس که زیر بار ظلم و دروغ نرم زیر بار ظلم و دروغ نرم